به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی هستید و برنامه خودتان یعنی مکتب حاضر را نگاه میکنید جور سالم و صحتمند باشید شایدای عزیز با مضمون فیزیک سنفه هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید شماره ما هست دوسیف نوست و, شست و چهار هفتصد و هشتاد و پینجا و پنج، چیل، سزده شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید سوالی دارید یا نقطه نظری دارید از این طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اما شایدهای عزیز در درس دوازدهم قرار داریم فصل پنجم با موضوع قوه ها را در درس جلسه قبل آغاز کردیم امروز قصد داریم که دو موضوع را بررسی کنیم یک یاد بگیریم که قوه محصله را از طریق هندسی چگونه رسم کنیم و در ادامه در رابطه با یک کمیت بسیار جالب و مهم به نام مومنت قوه با شما عزیزان صحبت میکنیم اما قبل از شروع درس مروری بر درس جلسه قبل خب شاید عزیز ما در درس جلسه قبل کمیت قوه را بررسی کردیم که قوه چی هستن؟ گفتیم قوه یک کمیتی هست که باعث ایجاد تغییر شکل در اجسام میشه تغییر سرعت در اجسام میشه باعث ایجاد دیگر چی بود شاید عزیز؟ آفرین باعث ایجاد حرکت اجسام میشه باعث توقف اجسام میشه یه عواملیه که بر اثر قوه ایجاد میشه یا یک تعریفی دیگه هم داره بر همکنش بین دو جسم ما میگیم قوه که باز در صنفهای بعدی با این تعریف آشنا میشیم خب بیایید درس جلسه قبل با طرح چند تا سوال با هم دیگه مرور کنیم سوال اول با هم ببینیم گفته کدام یکی از کمیت های زیر کمیت ویکتوریه کمیت ها دیگه یاد گرفتید بدو دست تقسیم میکردیم یا ویکتوری بودن یا اسکالر اسکالر کمیت هایی بودن که فقط مقدار داشتن مثل کتله دیگه سعیسته؟ حالا حرارت، انرژی، کتله و قوه کدام یک از این چهارتا تا کمیت ویکتوریه خب کمیت های ویکتوری کمیت هایی بودن که علاوه بر مقدار جهت هم داشتن خب حرارت فقط مقدار داره دیگه انرژی فقط مقدار داره کتله فقط مقدار داره میگم که کتله یک جسم 5 کیلوگرم دیگه جهتی نداره دیگه پس این ستای اولی کمیت های اسکالرن اما قوه را ما در جلسه قبل یاد گرفتیم گفتیم که قوه یک کمیت وکتوریه چرا چون علاوه بر مقدار جهت هم داره جهت قوه مهمه که به کدام سمت به جسم قوه وارد شود دیگه پس میشه گزینه چهارم قوه یک کمیت وکتوری هستن سوال بعدی رو ببینیم گفته کتله جسم 5 کیلوگرم است محصله قوای وارد بر جسم را در هر حالت دریافت کنید حالت اول گفته قوه 65 نیوتن به سمت شمال بر جسم وارد میشه حالت دوم گفته قوه 65 نیوتن به سمت جنوب بر جسم وارد میشه خب اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم قوای محصله رو دریافت کنیم در رابطه با قوای محصله جلسه قبل صحبت کردیم تعریفش چی بود تعریف قوای محصله ای بود دیگه قوای محصله قوای بود که میتونست کار بقیه قواه ها رو بتنهایی انجام بده دیگه نحوه دریافتش هم که به شما عزیزان گفتیم گفتیم که اگر قوا در یک جهت بودن با هم جمع میکنیم اگر مختلف ال جهت بودن از هم کم میکنیم صحیح شد خب سوال با هم بررسی کنیم خب ما یک جسم داریم این جسم رسم میکنیم این جسم مایه سعی شد حالا گفته کتله جسم پنج کیلوگرم هم خب پنج کیلوگرم کتله جسم هم. اما ما میدانیم که قوه وزن این جسم به سمت پایین وارد میشه دیگه یه حواستان باشه دیگه پس قوه وزنش هم دریافت میکنیم میگیم قوه وزن میشه ام جی نه؟ که برابر میشه با پنج ضرب در ده برابر با پنجا نیوتن سعی شده قوای وزنش حالت اول گفته قوای 65 نیوتن به سمت شمال بر جسم وارد میشه خب این 65 نیوتن جهتش هم گفته به سمت شمال خب حالا میخوای معصله قواه ها را دریافت کنیم دیگه این جسم مای دیگه سعیسته خب نگاه کنید قوه ها را که نگاه میکنیم قوه وزن به سمت پایین قوه ایه که 65 نیوتن گفته به سمت شمال وارد شده این قوه ها مختلف و جهتن جهت هاش با هم فرق میکنن دیگه برای دریافت قوه ما چیکار چیکار میکردیم؟ آفرین قوه کوچکتر از قوه بزرگتر کم میکردیم دیگه اگه ما این نیوتن با ایف یک نمایش بدیم این 65 نیوتن هم با ایف دو میگیم که قوه محصله را بیشتر جا بیشتر کتاب ها منابع درسی قوه محصله را با آر نمایش میداد با سینفای های بعد هم شما میبینین قوه محصله را میخوایم دریافت کنیم میشه قوه کم کچکتر از قوه بزرگتر کم میکنیم پس میشه اف دو منفی اف یک دیگه مسایم میشه با اف 2 شست و پنجه منفی اف یک هم که پینجان نیوتن شد صحیح شد خب اینا رو از هم دیگه که کم کنید برابر با 15 نیوتن میشه اما جهتش چی بود در درس جلسه قبل گفتیم که وقتی که قوه ها مختلف الجهت باشن قوه معصله ما از این طریق دریافت میکنیم اما جهتش همیشه به سمت قوه بزرگتره دیگه خب یک نیوتن داریم به سمت پایین 65 نیوتن به سمت بالا پس جهت ما الان به کدام سمت جهت قوای معصله به سمت بالا یا دیگه 15 نیوتن به سمت بالا شد خب این شد حالت اول سوال اما حالت دوم سوال با هم ببینیم شما باز هم جسم در نظر بگیرید 5 کیلوگرم کتله جسمه ها قوه وزنش که میخوام دریافت کنیم مثل حالت قبل تا اینجای سوال پس میشه mg قوه وزنش مساوی میشه با 5 ضرب در 10 طریق دریافت وزنم که به شما از اون گفتیم قبلا 5 ضرب در 10 برابر با 50 نیوتن میشه قوه وزن عزیز صحیح شد گیرم با f1 نمایش میدیم حالا قسمت دوم سوال گفته قوه 65 نیوتن به سمت جنوب بر جسم وارد میشه خب سمت جنوب یا سمت پایین در نظر میگیریم به این صورت گفته قوه 65 نیوتن این هم که F2 هستن خب الان میخوایم که قوه محصله رو دریافت کنیم قوه محصله رو با آر نمایش میدیم وقتی نگاه میکنیم هر دو قوه در یک جهته یعنی هر دو تا اینا به سمت پایین بر جسم ما وارد شده پس اینا رو با هم جمع میکنیم طبق نکاتی که در درس جلسه قبل گفتیم پس میشه F دو جمع F یک مساوی میشه با خب F دو شست و پنج جمع اف یکی ما برابر با پنجایه اینا شما با هم دیگه اگر جمع کنید برابر با یک پانزده نیوتن میشه خب جهتش چی میشه؟ جهتش مشخص دیگه چون هر دو قوه به سمت پایین وارد شده پس قوه محصله هم جهتش به سمت پایین هستن یه هم شد از حل این سوال ما سوال بعدی رو ببینیم گفته در هر یک از قسمت های زیر محصله دو قوه را دریافت کنید شایدای عزیز همیشه هم دو قوه نیا بعض موقع بر یک جسم ممکنه که چند تا قوه وارد شده دیگه سعیسته؟ خب حالا دیگه در حد کتاب درسی ما دو قوه را بررسی میکنیم قسمت اول سوال با هم ببینیم باز هم یک جسم داریم این جسم برای شما رسم کنیم یک قوه به سمت چپ وارد شده 198 نیوتن این با اف دو نمایش میدیم یک اف یک به سمت راست وارد شده 150 نیوتن سهیسته؟ صح. خب حالا میخوایم محسله قوه رو دریافت کنیم مسئله قوه چی میشه؟ آر مساوی میشه حالا قوا را نگاه میکنیم اینجا میبینیم که هر دو قوه مختلف جهت ها. یکی به سمت راست یکی به سمت چپ هستن خب چی کار میکنیم؟ باید قوه کوچکتر از بزرگتر کم کنیم پس چی میشه؟ میشه F2 منفی F1 دیگه F2 ما 198 F1 ما هم که 150 دیگه اینا رو از هم کم کنیم برابر با 48 نیوتن میشه جهتش شما بگید جهتش آفرین به سمت قوای بزرگتره قوای بزرگتر ما 1, 198 تا که به سمت چپ پس جهت قوای معصله ما به کدام سمت به سمت چپ هست دیگه این جواب قسمت اول سوال ما اما سوال قسمت دومش ببینیم خب باز هم یک شکل داریم به این صورت خب یک قوه به این سمت وارد شده 56 نیوتن یک قوه دیگه هم باز اینجا وارد شده 74 نیوتن دو تا قوه وارد شده مخصص داریم که محصله قوه ها را دریافت کنیم محصله قوه ها را با آر نمایش میدیم چی قسمی حل میشه سوال سوال شما حل میکنید به عنوان کار خانگی ما مشابهش زیاد حل کردیم به شما عزیزان این سوال برای ما حل کنید و به شماره ای که به شما عزیزان اعلام کردیم برای ما ارسال کنید شایده عزیز و نازنین ما در رابطه با دریافت محصله قوه با شما عزیزان صحبت کردیم اما گاه اوقات پیش می آید که دو قوه ما با همدیگه زاویه می سازند. خب به شکل نگاه کنید نگاه کنید دو قوه با همدیگه زاویه ساختن یعنی به این صورت نیه که مختلف الجهت یا در یک جهت باشه یعنی زاویه در اگه همجهت باشه که زاویه بین اینا صفر دیگه اگه مختلف جد باشه که زاویش 180 درجه ای دو حالت بررسی کردیم اما در این حالتی شکل که شما میبینید دو قوه با همدیگه زاویه ساختن خب ما در این سنف یاد میگیریم که از طریق هندسی چگونه او قوه محصله را رسم کنیم در رابطه با این که چگونه محاسبه کنیم در سنف بعد فرمول داره این فرمول در سنف بعد معرفی کرده کتاب های درسی که شما با او آشنا میشید در یک کتاب فقط در حد رسم قوه محصله بین دو قوه که چیه با هم دیگه زاویه دارن پس با هم دیگه این سوال بررسی کنیم خب شاگرد عزیز فرض کنید که شما دو تا قوه دارید یک قوه F1 دارم یک قوه F2 دارم این تو قوه را قصد داریم که محصله قوه شیره با هم دیگه رسم کنیم دیگه دریافت نمی کنیم دریافتش در های بعدیه ها. قصد داریم اینها رو با هم دیگه رسمش یاد بگیریم چی کار میکنیم؟ خب توجه کن اول قوه مساوی و موازی با قوه اولمان در یک قسمت برای خودمان رسم میکنیم این اف یک صحیح شد؟ از شروع اف یک اف دور هم رسم میکنیم اف دوی ما به این صورت صحیح شد؟ این اف دو خب یاد گرفتی چیکار کردیم؟ پس اول F1 رسم کردیم از ابتدای F1 F2 رسم کردیم خب در ادامه چیکار میکنیم خب توجه کن از انجام F1 از انجام F1 قوه موازی و مساوی با, ویکتور، با قوه دیگر که F2 هسته رسم میکنیم به این صورت صحیح شد از انجام اف 2 قوه موازی و مساوی با قوه اول ما که اف یک هست رسم میکنیم به این صورت شکلی که ایجاد شده یک متوازی الاضلاع دیگه حالا برای دریافت قوه محصله شما کافی قطر از این متوازی الاضلاع را رسم کنید به چه صورت از نقطه اشتراک دو وکتور اولمان بعد نقطه پایانی رسم میکنیم میشه قطر متوازی لا پس ایرا که رسم کردم این میشه قوه محصله ما که با آر نمایش میدیم پس این میشه طریقه رسمش دیگه یک بار دیگه میگم وکتوری مساوی با وکتور اول اینجا رسم میکنیم از شروع وکتور اول وکتور دوم هم رسم میکنیم پس F1 F2 بود دیگه خب از انجام F1 موازی و مساوی با اف دو رسم میکنیم به این صورت از انجام اف 2 قوه مساوی و موازی با قوه دیگر که اف یک هست رسم کنیم به این صورت شکلی که ایجاد میشه متوازی الاضلاع قدر متوازی الاضلاع را که رسم کردم این قدر متوازی الاضلاع برابر با محصله قوه های که با آر نمایش دادیم اگر شما شاگردای عزیز اینا را به صورت دقیق رسم کنید میتونید که با خط کشی قوارم اندازه گیری کنید که رای جالبی نیست کتاب شما معرفی کرده در سنفای بعدی با فرمول از ما آشنا خواهیم شد حالا که شما رسم قوه محصلر از طریق هندسی یاد گرفتید یک سوال با هم دیگه بررسی کنیم گفته در شکل زیر حاصل جمع هر دو قوه را رسم کنید خب با هم دیگه اینا رو رسم کنیم تا بیشتر تسلط پیدا کنیم بر قوای محصله از طریق هندسی خب قسمت اولش ببینیم به این صورت رسم کرده 5 نیوتن 8 نیوتن خب سوال خودش این دوتا رو از ابتدای همدیگه رسم کرده دیگه گام اول انجام داده ما از انجام قوی یگیر با اف یک نمایش بدون و اینم با اف دو که راحت تر بشه کار ما میگیم از انجام اف یک موازی با اف دو رسم میکنم به این صورت سعی شد از انجام اف دو موازی با اف یک رسم میکنم به این صورت حالا شکلی که ایجاد شد متوازی لازلا شما میتونید که قطر از این متوازی لازلا رسم کنید که برابر با قوه محصله میشه خب شاید عزیز در قسمت تمرینات کتاب درسی شما بیان کرده که شما این اندازه از هم دریافت کنید برای دریافت اندازه از چیکار کار میکنید شما این پنج نیوتن مثلا پنج سانتیمتر رسم کنید با خطکش یه 8 نیوتن هم هشت متر با خطکش دقیق رسم کنید وقتی که ایره شما رسم میکنید این قطر از ایره قطر از ایره هم میتونه با خطکش اندازه بگیرید که تقریبا برابر با قوای محصله است دیگه شما اگه به در سوال امتحانی به شما گفت اندازه از اینم دریافت کنید دیگه مجبورید که با خدکشی کار انجام بدین چون فرمولش ما به شما نگفتیم قسمت دوم سوال ببینیم هفت نیوتن صحیح شد و یک قوه به این صورت وارد شده چهار نیوتن خب قوه محصله رو قصد داریم که دریافت کنیم چه کار میکنیم؟ میگیم که اگر یه f یک باشه یه هم F2 ما باشه میگیم که از انجام F2 موازی با F1 رسم میکنیم سیسته؟ به این صورت و از انجام F1 هم موازی با F2 رسم میکنیم به این صورت قطر از اینه که شما شاید عزیز رسم کنید قطر متوازیل از لای ما آر نشان دهنده چی هست قوه محصل است که باز هم میتونید شما با خط رسم کنید و اندازه از با خط بگیرید که چه قسم میشن خب قسمت سوم رو ببینیم خب یک قوه اینجا رسم کرده 5 نیوتن یک قوه دیگه هم اینجا رسم کرده سه نیوتن دیگه پای نیوتن ما با اف یک نمایش میدیم سه نیوتن هم با اف دو نمایش میدیم خب گفتیم چیکار میکنیم از انجام اف یک موازی با اف دو رسم میکنیم به این صورت صحیح شد و از انجام اف یک هم موازی با اف دو به این صورت صحیح شد حالا قطر از این متوازی را اگه شما رسم کنید آر نشاندنده قوه محصله است پس ما یاد گرفتیم که قوی محصله را از طریق هندسی به چه صورت رسم کنیم. در ادامه درس با یک کمیت بسیار مهم و جالب قصد داریم آشنا بشیم به نام مومنت قوه بعضی گشتاور هم گفته میشه بعضی ترک هم گفته میشه پس سه تا اصطلاحش ما به شما, شما گفتیم که کتاب درسی از اصطلاح مومنت قوه استفاده کرده خب گاهی اوقات یک پیچ ما داریم این پیچ ما خیلی سفت شده و قصد باز کردن نظیر داریم خب ما هرچی با دست این کار انجام میدیم پیچ باز نمیشه چیکار کار میکنیم؟ از رنچ استفاده میکنیم و هرچی رنچ ما دستی بلندتری داشته باشه این پیچ راحت تر باز میشه در واقع شما وقتی که یک پیچ با یک رنچ باز میکنید از مومنت قوه استفاده کردید است؟ پس مومنت قوه رو چی تعریف میکنیم در فیزیک؟ میگیم که اثر چرخشی هر قوه به نام مومنت قوه یاد میشه پس قوه هایی که باعث ایجاد یک چرخش میشن به اینا میگیم مومنت قوه مثل چی؟ مثل زمانی که شما با یک رنج یک پیچ قصد دارید که باز کنید اما مومنت قوه به چه عوامل میتونه بستگی داشته باشه؟ اول به با بزرگی قوه خب مسلما شما هرچی بر رنج قوه بیشتری را وارد کنید خب مومنت بیشتری دارید چرخش بیشتری دارید دیگه سیسته؟ پس اول بزرگی قوه دو جهت قوه و نقطه اثر قوه دیگه خب یه با هم دیگه یک بررسی داشته باشیم به تخت سیاه فرض کنید که یک رنج داریم دیگه به این صورت خب و یک پیچ اینجا قرار داره قصد داریم که این پیچ رو باز کنیم شما وقتی که اینجا یک قوه توسط دستان خودتان وارد میکنید این میشه نقطه اثر قوه ما و یک نقطه دیگه هم در مومنت قوه داریم به نقطه اتکا که نقطه اتکای ما همین قسمت میشه جایی که رنج با پیچ در ارتباط میشه پس یک نقطه اثر دارم یک نقطه چی دارم؟ یک نقطه اتکا دارم شاگرده عزیز هرچی فاصله بین نقطه اثر و نقطه اتکا نقطه اثر این نقطه میشه جایی که قوه رو وارد میکنم نقطه اتکام هم که قسمت میشه هر چی فاصله بین نقطه اثر و نقطه اتکای ما بیشتر شود مومنت بزرگتری داریم پس به همین دلیله که ما پیچهایی که خیلی سخت باز میشه اینا رو با رنج های دست بلند باز میکنیم چرا؟ چون فاصله بین نقطه اثر و نقطه اتکا بیشتر میشه دیگه پس شاگردهای عزیز مومنت قوه و بزرگی قوه جهت قوه و نقطه اثر قوه بستگی داره اما ما باید یاد بگیریم که چه قسمی کمیت مومنت قوه را دریافت کنیم محاسبه کنیم فرمول محاسبش به این صورت که شما اگر قوه را ضرب در فاصله عمودی قوه تا نقطه اتکا بکنید میتونید که مومنت قوه را دریافت کنید خب بیشتر بررسی کنیم میرم فرض کنید که یک رنج داریم دیگه به این صورت قصد داریم که یک پیچ با این رنج باز کنیم فرمول معاسبش به چه صورته اگر شما اینجا قوه F با دستان خودتان وارد کنید یه قوه F میشن خب فرمول چی گفته؟ گفته مومنت قوه که ما مومنت قوه رو با ام نمایش میدیم قوه ضرب در فاصله عمودی قوه از نقطه اتکا خب اول قوه قوه که وارد کردیم اف دیگه خب این اف در نقطه اتکا کدام نقطه میشد؟ گفتیم می این میشه نقطه اثری نقطه اتکا دیگه اما باید شما فاصله عمودیش در نظر بگیرین دیگه خب این قوه شما به این صورت وارد شده پس فاصله عمودیش اگه بخواید در نظر بگیرید این فاصله هم میشه که با دی نمایش میدیم پس از نقطه از سر تا نقطه اتکا در نظر میگیرین فاصله عمودی که با دی هست دیگه ایرم با دی نمایش دادیم میشه F ضرب در دی صحیح شد پس یاد گرفتید دیگه فاصله عمودی را حتما باید در سوال تشخیص بدین اگه بعد در سوال به شما گفته بود که هیچ اگه شکل رسم کرده بود و شما قصد داشتید که مومنت دریافت کنید حتما باید فاصله عمودی را در نظر بگیرید این نقطه اتکای هم که قوه ما که به این صورت وارد شده پس فاصله عمودیش شما باید در نظر بگیرید اش F ضرب در اما واحدش چیه هر کمیتی که ما محاسبه میکنیم باید واحدش بدانیم دیگه خب F واحد شما میدانید که چی هستن نیوتن و دی هم واحدش متر هست دیگه پس شما F ام که قصداری دریافت کنی واحدش میشه نیوتن در متر دیگه پس واحد مومنت شاید عزیز یادتون باشه که نیوتن در متر میشه خب چند تا مثال با هم دیگه در رابطه با مومنت قوه حل کنیم تا تسلط پیدا کنیم بر این کمیت سوال چی گفته؟ گفته فاصله عمودی روی محور دوران یا محور چرخیش دروازه صفر اشاره دو متر است چه مقدار قوه عمل وارد شود تا مومنت قوه 15 نیوتن در متر شود خب سوال حل کنیم خب گفته فاصله عمودی روی محور دوران دروازه 0 اشار دو متر خودش فاصله عمودی رو داده دیگه کار ما راحت کرده پس میگیم که دی فاصله عمودی صفر دو متر چه مقدار قوه عمل وارد شود همیشه شاید سوال خوب بخوانید. چه مقدار قوه عمل وارد شود پس قوه را از ما خواسته دیگه F برای ما مجهوله تا مومنت قوه 15 نیوتن در متر شود پس M هم که به ما داده یا مومنت 15 نیوتن در متر فرمول می نویسیم دیگه فرمول به این صورت بود M یا مومنت قوه برابر با F ضرب در دی ام به ما داده 15 نیوتن قرار میدیم اف مجهول ضربه در دی ما هم که صفر اشاریه دو هسته اف مجهول برابر میشه با 15 بر صفر اشاریه دو مساوی میشه با خب اگه شما یه تقسیم انجام بدین یه اشاریه رو به بالا انتقال میدین میشه 150 بر دو برابر با 75 واحدش هم که نیوتن هستن پس شده از جواب سوال ما سوال بعدی رو ببینیم با هم دیگه مومنت قوه سی نیوتن را در فاصله دو بر سه متر یک م... میله محاسبه کنیم. پس مومنت از ما خواسته دیگه خب این سوال هم حل کنیم مومنت قوه سی نیوتن پس سی نیوتن اف دیگه و ما داده سی نیوتن در فاصله دو بر سه متر یک میله این فاصله هم حتما فاصله عمودی بوده که سوال نگفته پس دی ما دو بر سه متر قرار داره مومنت از ما خواسته ام چرا میگیم دو بر سر فاصله عمودی بوده که سوال نگفته چون اگر فاصله عمودی نبود باید زاویه مطرح میشد دیگه این سوال جز سوالات کانکور در فرم های مختلف بوده که ما برای شما حل میکنیم چون که زاویه را نگفته پس حتما این فاصله فاصله عمودی بوده حالا ام مساوی میشه با F ضرب داره D این مچهوله مساوی میشه با F با ما داده سی نیوتن ضرب دی D هم که دو بر سه خب اگه اختصار شما اینجا انجام بدین سه به سه یک میشه سی به سه هم که برابر با ده میشه ده در دو هم ضرب کنید برابر با بیست واحدش چی میشه؟ نیوتن در متر شاگردان عزیز هیچ وقت واحدها را فراموش نکنید در فیزیک چون که عدد تنها در فیزیک معنی نمیده درس ریاضی نیست اینجا شما حتما باید واحدش کنارش قرار بدید واحد مومنت نیوتن در متر هست سوال بعدی را ببینیم گفته اگر مومنت قوه وارد شده به یک مهره یا یک پیچ 5 نیوتن متر باشد و فاصله دست تا مهره 10 سانتی متر باشد قوه چند نیوتنی توسط رنج وارد شده است خب سوالم با هم حل کنیم پس مومنت به ما داده چون گفته اگر مومنت قوهی وارد شده بر مهره 5 نیوتن متر باشد پس ام به ما داده 5 نیوتن در متر فاصله دست تا مهره یعنی دیرم به ما داده ده سانتی متر قوه چند نیوتنی توسط رنج وارد شده پس اف از ما خواسته طبق حالت های قبل باز فرمول می نویسیم ام مساوی میشه با اف ضرب داره دی خب ام که به ما داده 5 نیوتن در متر اف هم که به ما داده نداده مجهوله ضرب در دی هم داده 10 سانتی متر خب قرار بدیم 10 سانتی متر یا قرار ندیم آفرین شایدهایی که زرنگ هستن حواسشون هست میگن که 10 سانتی متر به ما داده ما باید ای را به متر تبدیل کنیم. چرا؟ چون واحد مومنت ما نیوتن در متر دیگه هست. پسی پس ای اندازه ای ما باید به متر تبدیل شود. ده سانتیمتر برابر با صفر اشاری یک متر هسته. آفرین بر شما که حواستان هسته. پس اف از این رابطه برابر میشه با پنج بر صفر اشاری یک که برابر با پنجا نیوتن میشه. پس این سوالم نکته خیلی قشنگی داشت که شما حتما حواستون باشه که تبدیل واحد انجام بده چای عزیز خصوصا در امتحانات حتما حواستون به این نکات باشه خب سوال بعدی رو ببینیم گفته که مطابق شکل باز کردن دروازه از کدام نقطه راحت تر نقطه الف بی و نقطه جیم خب به نظر شما از کدام نقطه اگه ما دروازه رو بگیریم در واقع اگه بخوایم یک دستگیره طراحی کنیم روی دروازه قرار بدیم از روی کدام نقطه طراحی کنیم تا دروازه ما راحت تر باز شود خب این سوال با توجه به مومنت قوه باید پاسخ بدیم دیگه گفتیم که اگر فاصله بین نقطه اثر قوه و نقطه اتکای ما بیشتر باشه این باعث میشه که مومنت بیشتری وارد شد در بهتر باز شود پس اگر شما نقطه علف انتخاب کنید سعیسته باعث میشه که شما مومنت بیشتری رو وارد کنید و دروازه شما راحتتر باز شود یه هم شده از جواب این سوال ما اما سوال بعدی رو به عنوان کار خانگی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم چرا برای باز کردن پیچ هایی که با دست باز نمیشه از رنچی که دسته آن دراز است استفاده میشه اگر خوب درس گوش داده باشید در جریان درس هم ما سوال پاسخش گفتیم خب اگه شما حواستان باشه میتونید این سوال برایتی جواب بدید خب سوال حل کنید به شماره 2964780 255 برای ما روان کنید تا پاسخ های شما را ما با مورد بررسی قرار بدهیم خب شاید عزیز نازنین درس امروز ما هم خلاص شد ما یاد گرفتیم که قوه محصله را از طریق هندسی چگونه رسم کنیم در رابطه با محاسبه از او در این فای بعد آشنا میشیم و همچنین با کمیت مومنت قوه آشنا شدیم مومنت قوه اثر چرخشی یک قوه بود دیگه طریقه معاذبش بشم با شما عزیزان صحبت کردیم چند تا مثال هم حل کردیم امیدوارم که در یک قسمت دیگه مشکلی در نداشته باشید خب تا درس جلسه بعدی همه شما عزیزان پاک مسپاریم موفق و پیروز باشید